سلام. خب جلسه گذشته با مفهوم علوم تجربی آشنا شدیم و یه مقداری هم با دستبندی موجودات که گفتیم شامل موجودات زنده بودند و موجودات غیر زنده. موجودات زنده موجوداتی بودند که غذا می‌خوردند، رشد و نمو داشتند و خاصیت مهمشون این بود که تکثیر می‌شدن، تولید مثل می‌کردن. بعد گفتیم که حالا چه موجودات زنده چه موجودات غیر زنده، اینا همه از چیزهایی ساخته شده بودن به اسم اتم، که در واقع گفتیم هر چی که در دنیا هست، همه موادی که در دنیا می‌بینیم، اینها همه از اتم‌ها ساخته شدن. در مورد اتم‌ها هم صحبت کردیم، دیدیم که اتم تشکیل شده از یک هسته که در مرکزش هست و تعداد الکترون که دورش میچرخیدن. حالا هرچی تعداد این الکترون ها بیشتر میشد، اتم های مختلفی هم به وجود میبادن که گفتیم ساده ترین اتم همون اتم هیدروژن بود که یه دونه هسته داره و دور هستش یه دونه الکترون فقط میچرخه، که یک گاز بود. و بعد گفتیم که همینجوری که تعداد این اتم ها الکترون هایی که دور هسته میچرخن زیاد میشن، هویت اتم هم عوض میشه، اسمش عوض میشه، در واقع این عنصر ها اسمشون عوض میشه. پس هیدروژن یک عنصر بود، سدیم که باش آشنا شدیم یک عنصر بود، آلومینیوم یک عنصر، آهن، مس، جیوه، اینا همه عنصرن که در مجموع بهشون میگیم عناصر. خب ولی بعد دیدیم که چیزی هم وجود داره به اسم مولکول، که اگر اتم های مختلف به شکل خاصی که داره هم چسبونده بشن، اینها چیزی رو به وجود میارن به نام مولکول. خب حالا بعد دیدیم که موادی که خالص باشن، یعنی فقط شامل همون ماده باشن، مثل مثلا آب، یک آب خالص، این تشکیل شده از تعداد زیادی از این مولکول ها، که این مولکول ها هر کدوم یک مولکول اکسیژن بود و دو تا مولکول هیدروژن که بهش چسبیده شده یک مولکول آب یا H2O یا H2O. خب همه این مولکول ها گفتیم که خواص فیزیکی و شیمیایی یکسانی دارن. حالا این جلسه میخوایم یه مقدار صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا خواص فیزیکی و شیمیایی اصلا چی هستن، راجع به این صحبت بکنیم. ولی قبل از اینکه در ارتباط با این صحبت بکنیم، بایستی اول یک سری مطالب رو یاد بگیریم. یعنی اینکه ما برای برصورت صحبت‌های علمی و تحقیق و تجربه‌های علمی نیاز به اندازه‌گیری داریم. همونجوری که گفتم علوم تجربی، این چیزی که ما امروز بهشون میگیم علوم تجربی، که در واقع از 400 سال پیش ایجاد شدن، اینها مبتنی هستن بر تجربه. یعنی ما باید یه چیزی رو تجربه بکنیم، در اثر تجربه و آزمایش به یک نتایجی برسیم. این تجربه و آزمایش هم بایستی همه در همه جای دنیا قادر باشن این آزمایش رو انجام بدن و اونا هم به همین نتایجی برسن که ما رسیدیم. این مفهوم علوم تجربی در عصر ماست که در جلسه گذشته کامل راجع به صحبت کردم. خب پس ما نیاز داریم یک چیزاری اندازه‌گیری بکنیم. در جلسه گذشته با اندازه‌گیری زمان تا حدودی آشنا شدیم. یعنی گفتم که برای اینکه تاریخ رو حساب کتابش داشته باشن، اول نگاه کردن به ماه، دیدن که آره از روی شکل ماه میتونن یک تقویم درست بکنن و تاریخ رو متوجه بشن، ولی بعد دیدن که این تقویم ماهی بر مبنای هر ماه و به اصطلاح شکل ماه و به اصطلاح تقویم قمری، این با طبیعت دچار اختلاف میشه. یعنی با فصل‌های سال که بهار و تابستان و پاییز و زمستان بود، اگر شما با تقویم قمری بخواید حساب بکنید، با تقویمی که بر مبنای ماه هست بخواید حساب بکنید، این هر ماه یکم اختلاف پیدا میکنه. ظرف چندین سال یه دفعه میبینید که مثلا اگه تاریخ تولد شما اول بهار بوده، بعد از یه مدتی اگه با تقویم قمری حساب بکنید، میبینید شد
زمستان، شد توی تابستان پاییز. بنابراین رفتن سراغ تقویم خورشیدی که گفتیم اون دیگه بسیار بسیار دقیق بود. خب تا این حد با داستان تقویم آشنا شدیم، اما حالا یه مقدار بیشتر توضیح بدیم با اندازه‌گیری چند تا پارامتر مهم که بشر بهش نیاز داشت که اینها رو اندازه‌گیری بکنه. شماره یک همین زمان و تقویم بود که ببینی که اصلا چجوری میتونه اینها رو حسابش رو داشته باشه. خب روز که مشخصه، شبانه روز، خورشید طلوع میکنه، هوا روشنه، بعدش هم خورشید غروب میکنه، یه مدتی هم شبه تا بعد دو مرتبه خورشید طلوع بکنه. طبیعتا دیگه میدونید نقطه‌ای که خورشید طلوع میکنه بهش میگیم مشرق، جایی که غروب میکنه میگیم مغرب. اگر جوری بایستیم که دست راستمون به سمت مشرق و دست چپمون به سمت مغرب باشه، روبرومون سمت شماله، پشتمون هم سمت جنوبه، که از این برای جهتیابی میتونیم استفاده بکنیم. خب اما طول مدت یک ماه قمری رو بر مبنای همین روز حساب کردیم دیگه، یعنی گفتیم مثلا 30 شبانه روز طول میکشه، یعنی 30 بار که خورشید طلوع و غروب بکنه طول میکشه تا ماه یک دور از هلال باریک بیاد کاملا گرد بشه و دو مرتبه برگرده به هلال باریک و محو بشه. یک ماه یا 30 شبانه روز طول میکشه. خب بعد سال چی شد؟ سال وقتی شد که خورشید رو در یک نقطه، اگر نگاه کردیم که الان مثلا امروز طلوعش در این نقطه است یا غروبش در این نقطه است، اینو علامت بزنیم. خورشید شروع میکنه در طول روزهای آینده جابجا شدن، یعنی محل طلوع یا محل غروبش تغییر میکنه، یک کم میره به سمت شرق، بعد دو مرتبه برمیگرده سر جای اولش، دو مرتبه میره به سمت غرب، دو مرتبه برمیگرده به سمت اولش، جابجا میشه. ولی نقطه رو که علامت بزنید درست 365 روز بعدش، یعنی 365 تا شبانه روز بعدش، دقیقا همون نقطه که علامت زدید میرسه که بهش میگیم یک سال خورشیدی. خب پس ما اینجوری با علامت گذاری محل طلوع و غروب خورشید میتونیم حساب یک سال رو هم داشته باشیم. بنابراین میتونیم تقویممون رو بر مبنای خورشید درست بکنیم. حالا اینکه نقطه شروعمون رو کجا بگیریم دیگه قراردادیه، هر کس میتونه نقطه شروع سالش رو یه نقطه بگیره. خوشبختانه ما در ایران دانشمند بزرگی داشتیم، شاعر و دانشمند بزرگی، در واقع تنها ریاضیدان، دانشمند، منجمی که شاعر هم بود، یعنی عمر خیام. این تقویمی رو که برای ما درست کرد تاریخ شروعش رو گذاشت نقطه‌ای که با طبیعت هماهنگی کامل داره، یعنی درست اول بهار. حالا بهار چیه، پاییز چیه، تابستون چیه، زمستون چیه رو موقعی که حرکت زمین رو به دور خورشید و اینا توضیح میدم اونجا دقیق تر متوجه میشیم که اصلا شبانه روز چیه، چرا سرد میشه، چرا گرم میشه، زمستون تابستون اینا چیه. ولی به هر صورت تاریخشو گذاشت، یعنی تاریخ آغاز سال شمسی ما ایرانی ها رو خیام گذاشت درست اول لحظه بهار، که خب لحظه بسیار خوبی هم هست، در حالی که مثلا میبینید که لحظه آغاز سال خیلی از کشورها توی زمستونه. به هر صورت این میشه تقویم برای اندازه‌گیری زمان، زمانهای طولانی. خب اما حالا تو خود روز، ما داخل خود روز چجوری بفهمیم که حالا این را هم اندازه‌گیری بکنیم ببینیم چه وقتشه؟ اولین چیزی که به ذهنشون رسید این بود که میدیدن که خب خورشید داره تو آسمون حرکت میکنه، که مشرق یواش یواش میاد بالا، بعد درست موقع ظهر میرسه بالای سر و بعد دو مرتبه میره تا غروب میکنه. بعد متوجه شدن از روی این محل خورشید روی آسمون میتونن یک زمانبندی درست بکنن، فاصله زمانی رو تشخیص بدن.
ولی بعد دیدن که سایه ای که خورشید هم میندازه روی زمین این هم میتونه چیز خیلی خوبی باشه. بنابراین چیزی اختراع شد به نام ساعت آفتابی. باز گفتم اختراع شد، چرا؟ چون برای اینکه وسیله ای نبود، بشر چنین چیزی به ذهنش رسید و چنین وسیله ای رو ساخت، اختراع کرد. خب بر چه مبنایی کار میکنه؟ یک چوبی رو فرو میکنن روی زمین، سایه خورشید رو شروع میکنن یواش یواش علامت گذاری کردن، یعنی از وقتی که خورشید طلوع میکنه یه سایه ای داره در یک نقطه ای، یک علامت میزنن. همینجور یواش یواش در طول روز جای این ساعت ها رو تا موقع غروب علامت گذاری میکنن، منتها حالا بایستی اینها رو به یک فواصلی علامت گذاری بکنن که بتونن تشخیص بدن چقدر هست، فواصلی مساوی. این فاصله رو 12 فاصله انتخاب کردن. حالا چرا 12؟ به دلیل اینکه در گذشته اقوامی که به هر صورت به کار حساب و کتاب و ریاضیات اینها یواش یواش آشنا شده بودن، اینها متوجه شده بودن که یه سری اعداد هست که حساب و کتاب باشون بسیار راحته، به اصطلاح اعداد خوشدستی هستن، مثلا عدد 12، مثلا عدد 60. این اعداد شما خیلی راحت میتونید تقسیم بر 2 بکنید، تقسیم بر 3 بکنید، تقسیم بر 4 بکنید، تقسیم بر 6 بکنید، خیلی آسونه. عدد 60 رو ببینید، شما خیلی راحت میتونید تقسیم بکنید عدد 12. بنابراین انتخاب هوشمندانه و عاقلانه ای کردن، یعنی اومدن گفتن بیایم حالا فاصله طلوع خورشید رو تا غروبش رو 12 قسمت بکنیم، اسم هر کدوم هم گذاشتن یک ساعت، پس این فاصله رو 12 قسمت مساوی کردن شد 12 ساعت. خب شبش هم 12 ساعت میشه شبش، بنابراین طول شبانه روز رو گفتن 24 ساعت. پس ساعتشون رو دست کم ساعت آفتابی طول روز رو تونستن تقسیم بندی بکنن که حالا میتونستن بگن که الان ساعت چنده. خب ولی شب چی؟ از طرف دیگه خود روز اگر خورشید غروب کرد، اگر ابر بود، اگر هوا ابری بود چی؟ چجوری حساب ساعت رو داشته باشن؟ ساعت خاموش میشه دیگه. بنابراین اومدن فکرهای دیگه ای کردن، ساعتهای دیگری اختراع کردن، مثل ساعتی که با آب کار میکرد. یعنی چی؟ یعنی اومدن یه ظرف آب رو گذاشتن یک روز آفتابی، اینو پر آب کردن، یه سوراخ کوچیکی اون پایین گذاشتن، ببینن اندازه‌گیری کردن، ببینن در ظرف یک ساعت این چقدر آبش خالی میشه، علامت گذاری کردن. پس فهمیدن این ظرف آب هم اگه پر آبش بکنی در ظرف مثلا یک ساعت اینقدر آبش خالی میشه، در ظرف 2 ساعت اینقدر آبش خالی میشه. این رو مطابق ساعت خورشیدی درجه بندی کردن، پس یه ساعتی ساختن که توش آب میریختن، حالا از روی مقدار خالی شدن آب متوجه میشدن که زمان کی هست. ساعت دیگه ای ساختن همین کار رو با شن انجام میداد، یعنی یک قسمت بالا شن میریختن، حالا اینکه چقدر طول میکشید این شنا خالی بشن جوری تنظیم کرده بودن که مثلا بشه 1 ساعت که بتونن تشخیص بدن که 1 ساعت گذشت، تا یواش 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 به هر صورت هم علوم مختلف پیشرفت کرد، هم فناوری پیشرفت کرد، مهارت پیدا کرد، انسان چیزهای ظریفی رو تونست بسازه، کارهای تونست بکنه، و یواش 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 ساعت‌ها پیشرفته‌تر شدن تا رسیدن به ساعت‌های امروزی. پس بنابراین اینجوری بشر تونست زمان رو اندازه‌گیری بکنه، بتونه چیزهای دقیق رو اندازه‌گیری بکنه. منتها اون قدیما حالا خیلی هم به زمان‌های دقیق نیازی نداشتن، حتی اکثر با همین ساعت و حالا جزئیاتی از ساعت کارشون می‌گذشت. جزئیات از ساعت مثل چی؟ مثل هر ساعت رو تقسیم کردن به 60 دقیقه. گفتم 60 عدد خوشدستیه، 60 راحت شما میتونید به 2 و 3 و 4 و 5 اینا تقسیم بکنید، 6 و اینا تقسیم بکنید، عدد خوشدستیه. پس بنابراین 1 ساعت رو تقسیم کردن به 60 دقیقه. بعدها که نیاز داشتن که چیزای کوچیک‌تر رو هم اندازه‌گیری بکنن، هر دقیقه رو هم تقسیم کردن به 60 ثانیه. منتها بعد دیگه زمانهای خیلی کوچیکتر رسید به دوران جدید. دوران جدید هم دیگه ابزار بسیار دقیق تری برای این ساخته شد، دیگه سراغ اون عدد 60 نرفتن،
همین تقسیم بندی 10 دهه رو حساب کردن. یعنی حالا دیگه جزئیات ثانیه رو دیگه با 1/60 ثانیه حساب نمی کنیم، میگیم 1/100 مثلا ثانیه. چرا؟ دیگه همون 10 دهه رو دیگه شروع کردن حساب کردن، 1/100 ثانیه، 1/1000 ثانیه، 1,000,000 ثانیه دیگه برای مبنا اندازه گیری می کنیم. خب ولی این اندازه گیری ها برای کارهای فنی بسیار دقیق، آزمایشات دقیق امروزی ماست. برای قدیم همون در حد ساعت و دقیقه کافی بود. در زمانهای خیلی قدیم، حالا قدیم حتی مثلا همین تا مثلا 400-500 سال پیش، برای اندازه گیری های دقیقی که یه موقع دانشمندا بهش نیاز داشتن، خب ساعت دقیقی که نبود، وسیله دقیقی که نبود، از ضربان قلبشون استفاده میکردن. یعنی میدونید که قلب تقریبا اگه در حالت استراحت باشید، حالا برای افراد مختلف مثلا بین 70-80 تا در دقیقه ضربه میزنه، صداشو میشنوید. اثر این ضربه قلب روی رگ دستم به اسم نبض مشخصه. میمدن چیکار میکردن؟ برای یه سری کارها از نبضشون استفاده میکردن. پس ببینید چقدر دشوار بوده در قدیم آزمایش ها رو انجام دادن. خب برصورت این شد اندازه‌گیری زمان، حالا چه در حد کوچیک و چه در حد تقویم که باش آشنا شدیم. خب اما یک چیز دیگر هم بشر نیاز داشت که بتونه اندازه‌گیری بکنه و اون فاصله است. فاصله خودش با یک چیز دیگر رو، فاصله بین دو تا نقطه رو. خب اینو چجوری اندازه‌گیری بکنیم؟ خب اما برای اندازه‌گیری فاصله، اولین و راحت ترین چیزی که به ذهن بشر رسید اندازه کف پاش بود، یا مثل وجبی که خود اون اندازه‌گیری میکنیم. اما مشکل این بود که پای افراد با هم فرق میکنه، پای بزرگسال با پای یک بچه فرق میکنه، پای خود افراد بزرگسال هم با هم فرق میکنه. پس بنابراین چیز دقیقی نبود، ولی خب اولین چیزی بود که به ذهنش رسید. و همچنان هم با اینکه ما الان در این قرن هستیم و در این شرایط هستیم، همچنان در خیلی از مناطق دنیا و خیلی از کشورها همین اصطلاح مبنای پا برای فاصله هنوز حفظ میشه. منتها فرقی که کرده اینه که چون الان دیگه ما با یک واحدی همه دنیا به صورت استاندارد و یک نواخت سر کار داریم به نام متر، که حالا چرا این متر انتخاب شد و اصلا یعنی چی، این چیزیست که در سالهای آینده و به صورت درسهای دبیرستان باش آشنا میشید. ولی به هر صورت دیگه الان همه شما میدونید که یک اندازهی وجود داره تقریبا اینقدر که بهش میگیم یک متر، که این متر خودش به 100 بخش کوچکتر به اسم سانتیمتر تقسیم شده. مثلا این خطکشی که الان جلوی من هست یک خطکش نیم متریه که به بخش‌های به نام سانتی متر هم تقسیم شده و هر سانتی مترش هم خودش به 10 بخش کوچکتر به نام میلیمتر تقسیم شده. این چیزیه که دیگه همه میدونیم. حالا چرا این اندازه رو، این فاصله رو به عنوان متر حساب کردن، این چیزیه که در آینده، در درس‌های آینده بایستی متوجه بشید، در تای دوره دبیرستان. ولی به هر صورت یک اندازه رو گرفتن به عنوان متر، گفتن این همه دنیا بایستی استاندارد رعایت بکنیم. حالا چرا چنین چیزی لازمه؟ برای اینکه فرض کنید همون در همون زمان قدیم میخوان ساختمانی بسازن، ساختمان ها رو با خشت و آجر و اینها میساختن دیگه. خب هر کارگاهی هر جایی یک خشتی درست میکرد. خب این خشتا یا سنگ هایی که از جاهای مختلف می اومد، آجر هایی که از جاهای مختلف می اومد، اندازه‌اش فرق میکرد، نمیشد باش ساختمان سازی بکنیم. بنابراین مجبور بودن که یک چیزی رو استاندارد انتخاب بکنن، یک اندازه استانداردی، یا بگن آقا همه بایستی دیگه مطابق این کار بکنن، که ما الان در عصر زمان خودمون اون واحد استاندارد رو متر در نظر گرفتیم، که به خاطر اینکه همه جام استاندارد بچه رعایت بکنن، یک متری از یک
جنس بخصوصی، حالا میگم که چرا یک جنس بخصوصی در یک شرایط بخصوصی گذاشتن، یک جای توی یک موزه قرار دادن و گفتن که همه دنیا باید بیان متراشون رو با این اندازه گیری بکنن، دقیقا مثل این بسازن و همه یک نواخت باشه. حالا به هر صورت گفتم که همچنان در برخی کشورها از واحد پا استفاده میشه، منتها بر مبنای مترش کردن، یعنی در واقع هر پا رو چیزی حدود 30 سانتی متر حساب میکنه. بنابراین وقتی میگه مثلا اندازه این 3 پا هست، یعنی در واقع 3 تا 30 سانت. الان اگر دقت کرده باشید حتی در صنایع هوایی، در خلبانها، در پرواز، کار بسیار دقیق و امروزی و از شبت خدمت شما پیشرفته، همچنان وقتی که صحبت از ارتفاع هواپیما میکنن از پا استفاده میکنه. مثلا میگه هواپیما در 10,000 پاییه، ولی این پا همون پاییست که دقیقا ضرب میشه در اون واحد بر حسب سانتی مترش که تقریبا یکم بیشتر از 30 سانتی متر محاسبات انجام میشه، که البته کار خوبی هم نیست. یعنی به هر صورت یک روزی بشر بایستی به این نتیجه برسه که این کارهای به هر صورت بومی و این چیزی رو بذاری کنار و از واحدهای استاندارد علمی معقول استفاده بکنه، اونم در سطح عمومی و همه با هم یک چیزی. اینجا دیگه تعصب از شاید زبان و لهجه و این تشکیلات نیست، اینجا یک بحث کاملا علمی و مشخصی است. مثلا فرض بفرمایید یکی از سوانح فضایی خیلی پرخسارتی هم که خیلی سال پیش البته رخ داد، دلیلش این بود که دو تا گروه مختلف که روی این سفینه کار میکردن که به نظرم قرار بود روی مریخ بشینه، این یک عده دستگاه ها رو با مثلا کیلومتر محاسبه انجام داده بودن، یک عده با مایل اندازه گرفته بودن. خب این اشتباه پیش آمده بود، دستگاه اونجا دوچار اشتباه شده بود، این کیلومتر یا مایل اینه اونه، بالاخره سانحه پیش آمده بود و سقوط کرده بود. بنابراین هر صورت مطمئنن یک روزی در سطح کل جهان اینها همه یکسان خواهد شد و احتمالاً هم یعنی قطعاً هم واحدهای انتخاب خواهد شد که مبنای علمی دقیقی داشته باشه. الان همین متری که گفتم که بایستی در سالهای آینده یاد بگیرید تعریف علمی خیلی دقیقی داره. خب در صورت این برای اندازه‌گیری فاصله بود. خب پس متر، هر متر 100 سانتی متر، هر سانتی متر هم تقسیم میشه به 10 میلی متر. حالا از اون طرف واحدهای بزرگتر 1,000 تا متر رو بهش میگیم یک کیلومتر. در واقع کیلو یعنی 1,000، هر جا شما لغت کیلو شنیدید بدونید یعنی 1,000. 1,000 کیلومتر یعنی 1,000 متر، کیلوگرم یعنی 1,000 گرم، کیلو یعنی 1,000. خب حالا اگر یادتون باشه گفتم که اتم در اندازه بسیار بسیار کوچیکی است که قابل تصور هم نیست. خب ببینید در این خطکشی که من نشونتون دادم شما الان میلیمتر رو، ما انسان ها میلیمتر رو چشمون خیلی راحت میتونه تشخیص بده. خب اما حالا شما بیاید این فاصله کوچیک یک میلیمتر رو خودشو 1,000 قسمت بکنید. این فاصله کوچیک رو یک میلیمتر رو 1,000 قسمتش بکنید، حالا دیگه به هر کدوم از این قسمت ها میگن یک میکرون، درست شد؟ که در واقع میشه یک میلیونیوم یک متر، یعنی یک متر رو تقسیم بر یک میلیون کردیم. خب حالا اگر یادتون باشه در جلسه گذشته راجع به میکروسکوپ صحبت کردم، یک فیلمی هم نشونتون دادم از موجودات ذره‌بینی ریز میکروسکوپی. اگر دقت کردید زیر صفحه اون میکروسکوپ یک خطی کشیده، خط سفید رنگی، مثلا نوشته 100 میکرون یا 30 میکرون یا مثلا 31 میکرون. این در واقع داره به شما کمک میکنه، میگه ببین این فاصله این خط 100 میکرونه، بنابراین این چیزی که کنارشه تو حدس بزن که اگر اندازه این خطه مثلا 100 میکرون اندازه شه یا اگه کم بیشتر و کمتره یک
مقیاسی دستت میاد که اندازه اون رو متوجه بشی چی هست. خب حالا اینها مربوط به میکروب ها و موجودات ذره بینی است که در این اندازه است، اما اتم از این هم فوق العاده و بسیار بسیار کوچکتره. یعنی شما اگه برای اینکه ببینید اندازه یک اتم کوچیک، گفتم آسان ترین اولین اتم یعنی اتم هیدروژن چقدر هست، حالا تازه این میکرونه رو باید 3000 قسمت بکنید، اونی که به دست اومد رو باز 1000 قسمت بکنید. خب اگر از اون خطکش و با اون ریزی استفاده بکنید، اندازه اتم هیدروژن مثلا میشه چیزی حدود 100. درست؟ پس ببینید اتم چقدر کوچیکه که با هیچ میکروسکوپی هم حتی شما نمیتونید تصویرش رو ببینید. خب این هم از اندازه‌گیری فاصله. اما به غیر از فاصله و زمان، ما نیاز به اندازه‌گیری یک چیز خیلی مهم دیگه هم داریم به اسم دما. خب اما قبل از اینکه دما رو توضیح بدم که دما رو چجوری اندازه‌گیری میکنن و دما سنج رو، ناچار بایستی یک گریزی هم بزنم به اینکه یکی از خواص، بخشی از خواص فیزیکی اکسون رو توضیح بدم. هر ماده ای از نظر فیزیکی میتونه به 4 حالت وجود داشته باشه که 3 از این حالتاشو ما در زندگی روزمره باش سر و کار داریم و هم دیدیم و هم درکش میکنیم، یعنی جامد، مایع و گاز. جامد مثل یک میخ جامد، مایع مثل آب، چیزی که به حالت روانه، گاز مثل همین بخار آب و هوایی که اطراف ما هست. اما یک حالت چهارم هم وجود داره که دیگه در حد درس های ما و مطالب ما نیست، به صورت عادی هم در زندگی کسی باید سر و کار نداره و اون حالتی است بهش میگن پلاسما. اون وقتی است که دیگه خیلی ماده رو حرارت بدیم. پس یک مثلا شما آهن رو، این رو که در حالت عادی بهش میگن از نظر فیزیکی در حالت جامد قرار داره، این رو اگر شما حرارتش بدید توی کوره داغش بکنید، به یک جایی میرسه، به یک عددی از نظر دما و حرارت میرسه که ذوب میشه، به شکل مایع در میاد، اونجا رو میگن دمای ذوب شدن این فلز، مثلا آهن. اگر حرارت رو بیشتر بکنید میرسه به جایی که این دیگه حالا از حالت مایع هم خارج میشه، به شکل در واقع گاز در میاد. مثل چی؟ مثلا آبی که میجوشونید و دیگه حالت بخار در میاد. خب ما در زندگی روزمره فقط با این 3 حالت سر کار داریم. بنابراین اجسام رو از نظر خواص فیزیکی، یکی از مهمترین خواصشون اینه که بگن که این اولا شکلش جامد، مایع یا گاز در حالت طبیعی. حالت طبیعی معمولی یعنی چی؟ یعنی همین شرایط اتاق، همین اتاق که الان ما نشستیم داریم زندگی میکنیم، در این شرایط این در چه شرایطی است؟ مثلا گفتم در این شرایط جیوه به شکل این جیوه به شکل مایعه، درست شد؟ در حالی که مثلا همین خطکش فلزی آهنی، آهن به شکل جامده. خب پس بنابراین این یکی از خواص فیزیکی است که باید بدونیم یک جسمی در چه دمایی ذوب میشه و در چه دمایی تبخیر میشه. خب این رو داشته باشید. پس حالا برگردیم به دماسنج. خب پس من نیاز دارم که دمای اجسام رو بتونم اندازه‌گیری بکنم. خب با توجه به همین مطلبی که گفتم که هر ماده‌ای در یک دمایی ذوب میشه و در یک دمایی به اصطلاح فازش عوض میشه، میتونه به بخار تبدیل بشه، به گاز تبدیل بشه یا برعکس منجمد بشه، از این خاصیت استفاده کردن و چیزی ساختن به اسم دماسنج، مثل این. خب چیکار میکنن؟ طرز کارش به چه شکله؟ یک لوله فوق‌العاده باریک، اینقدر باریکی که بهش میگن لوله موئن، یعنی شکاف وسطش، سوراخ وسطش به اندازه مو نازکه. تای این لوله یک مخزنی قرار میدن
که حالا توی این مخزن میتونن یک سری مواد بریزن، ولی رایج‌ترین موادی که میریزن یکی جیوه است، یکی الکل. خب جیوه و الکل اینها طبق همین چیزی که گفتم در یک دمایی منجمد میشن و در یک دمایی هم ذوب میشن. درست شد؟ دمای انجماد دارن، دمای ذوب دارن، دمای تبخیر دارن. خب حالا اگر من بیام در این لوله، در این مخزنش مثلا جیوه بریزم یا الکل بریزم، خب اگر دمایی که این اتاق الان داره برسه اونقدر سرد بشه که برسه به نقطه انجماد این مایعی که این توه، یعنی نقطه انجماد الکل یا مثلا جیوه، خب این دیگه به قول خودمون یخ میزنه دیگه، از این تیستر نمیشه دیگه، تماما کوچیک میشه میاد این تو جمع میشه، تمام یعنی تمام ماده میاد تو این مخزن کوچیک میشه جمع میشه. حالا اگه شروع بشه یواش یواش حرارت این اتاق بره بالا، این ما این چیزی که حالا یخ زده یواش یواش شروع میکنه به گرم شدن، منبسط شدن، بست پیدا کردن، بزرگ شدن، بنابراین توی این لوله شروع میکنه به بالا اومدن. درست شد؟ همینجوری که تو این لوله میاد بالا، اگر اونقدر بیاد بالا که برسه به ته لوله و هنوز جا داشته باشه که منبسط بشه، خب این لوله رو میشکنه. برای همین دماسنجا رو بر حسب اون نیازی که دارن و حالتی که باید استفاده بشه اندازه گیری میکنن. خب حالا این شروع میکنه تو این بالا اومدن، درست شد؟ و یا سرد بشه پایین رفتن. خب حالا بایستی درجه بندیش هم بکنیم دیگه، ببینیم حالا چه درجه انتخاب بکنیم. دو تا درجه در جهان رایج شد برای این که هر دوش هم ارشد خدمت شما اسامی دو تا دانشمندی است که این روش رو انتخاب کردن. یکی دانشمندی به نظرم سوئدی به نام سلسیوس و یکی هم دانشمندی آلمانی به نام فارنهایت. اینها هر دو از همین ابتکار و روش استفاده کردن و دماسنجی ساختن. بر مبنای چی؟ بر مبنای نقطه‌ای که یخ به وجود میاد و نقطه‌ای که در واقع نقطه‌ای که آب یخ میزنه و نقطه‌ای که آب به جوش میاد. آب، حالا چرا آب انتخاب کردن؟ در همه دنیا آب هست. آب وقتی که یخ میزنه در همه شرایط و در همه نقاط دنیا دماش یکی میشه، یعنی دمای یخ اینجا با قطب شمال و قطب جنوب و هر جا یکیه. یخی که توی یخچال شماست و یخی که وسط قطبه دماش یکیه. چرا؟ چون آب، دمای آب هم آب خالص مقصودمون در همه نقاط یکیه. خب بنابراین اومدن دماسنجشون وقتی که به این شکل ساختن گذاشتن توی یخ، هر جا که این وایستاد گذاشتن صفر. بعد چی کار کردن؟ بعد گذاشتنش توی آب در حال جوش. آب در حال جوش هم در همه نقاط دنیا به شرطی که کنار دریا باشه همش یک اندازه است. اون نقطه هم همین آقای سلسیوس گذاشت صد. پس بنابراین سلسیوس یا همون چیزی که به اسم سانتیگراد هم میشناسیم، صفرش دمای یخ زدن آب، صدش دمای جوشیدن آب. اما فارنهایت نه، فارنهایت صفرش برابر با منهای 32 درجه سانتیگراده، یعنی نقطه یخ زدن آب، و نقطه جوش آبش هم 212 درجه سلسیوس یا سانتیگراد. خب پس بنابراین همونجور که میبینید این دماسنج هر دوتا رو داره. اما اگه دقت بکنید حد اکثری که این دماسنج میتونه دما رو نشون بده 50 درجه است. یعنی اگر این دماسنج که تو مخزنش هم الکل ریخته شده از 50 درجه بیشتر گرم بکنید، این یکم دیگه میاد بالاتر، این شیشه رو میشکنه، مایعش خارج میشه. که اگر این یک دماسنج جیوه‌ای باشه و بخواد بشکنه و جیبش خارج بشه، جیوه ماده سمی خطرناکیست که نباید این اتفاق براش بیفته.
خب پس بنابراین به این شکل دماسنج های مختلفی میشه ساخت. حالا این چیزی که الان من توضیح دادم دماسنجی بود که بر مبنای الکل و جیوه ساخته شده که بنابراین دماهایی رو میتونه اندازه گیری بکنه که در حد دمای انجماد اون مایع جیوه یا الکل و جوش به اصطلاح اون مایع جیوه یا الکل داشته باشه. به همین دلیل مثلا فرض بفرمایید دماسنج الکلی رو برای دماهای بالا نمیشه استفاده بکنید. چرا؟ چون الکل تقریبا 80 درجه دما رو ببرید بالا فازش عوض میشه، یعنی در واقع نقطه جوششه دیگه، بیشتر نمیتونه استفاده بکنید. در حالی که جیوه رو میشه تا دماهای بالا 300 خوردی درجه هم دماشو برد بالا. خب پس اینم روش اندازه‌گیری دما. البته این یکی از روش‌هاشه، روش‌های دیگه هم هست که دیگه حالا مربوط به سطحی که ما داریم در مورد مطالب علمی صحبت می‌کنیم نیست. همونجوری که می‌دونید دماهای خیلی خیلی بالاتر هم هست که باید به وسایلی بشه اندازه‌گیری کرد. دماهای خیلی پایین‌تری هم هست که باید بشه اندازه‌گیری کرد. یک واحدی هم که احتمالاً اسمش رو در مسائل علمی زیاد میشنوید واحدی است به نام کلوین، یعنی اونجا دیگه معمولا نه از سانتیگراد استفاده میکنن یا سلسیوس و نه از فارنهایت، بلکه از چیزی به نام کلوین استفاده میکنن که حالا اون داستانش دیگه بحث ما نیستش. خب پس این هم روش اندازه‌گیری دما. مجموعه آموزشی فارسی و ریاضیات تحصیلات ابتدایی برای افراد بالاتر از 10 سالی که به هر دلیل از امکانات آموزشی محروم ماندند، قابل دریافت به صورت رایگان از طریق اینترنت. شما نیکوکار محترم می توانید از طریق قرار دادن این مجموعه بر روی یک تبلت یا گوشی ارزان قیمت و قرار دادن آن در اختیار کودکان کار یا افراد نیازمند و یا قرار دادن آن بر روی یک تلویزیون و اهدای آن به مناطق محروم گامی مؤثر در مبارزه با بیسوادی و جهل بردارید. استفاده تجاری از این مجموعه غیر اخلاقی است، اما اهدای آن به افراد نیازمند و یا مناطق محروم موجب قدردانی و سپاس خواهد بود. خب حالا ببینیم این خواص فیزیکی و شیمیایی که ازشون صحبت میکردیم یعنی چی؟ خواص فیزیکی یعنی خواصی که ما خیلی راحت در واقع در مورد اون جسم یا ماده میتونیم ببینیم. مثلا فرض بفرمایید این الان یک میخ آهنی، یک تیکه آهن. خب من اولین چیزی که دارم میبینم اینه که این حالت جامد داره. خب پس خاصیت فیزیکی این الان اینه که جامده. دیگه میتونم چی امتحان بکنم؟ میتونم ببینم که آیا این قطعه آهن خاصیتی نداره که من با چکش بزنم، مثلا فرض بفرمایید پهنش بکنم. اش میگیم خاصیت چکش خاری. آیا ارشد خدمت شما این قطعه جریان برق رو از خودش عبور میده، یعنی قابل هدایت الکتریکی داره به اصطلاح یا نداره؟ چه رنگیه؟ طبق صحبت هایی که قبلا کردم اینو من چقدر حرارت بدم ذوب میشه، دمای ذوبش چقدره. چقدر حرارت بدم از حالت به اصطلاح مایع تبدیل میشه به حالت گازی. بنابراین به اینها میگیم خواص فیزیکی. خب
اما خواص شیمیایی چیه؟ خواص شیمیایی خواصی است که در ارتباط با واکنش‌های شیمیایی ازش صحبت می‌کنیم. مثلا ببینید، من تو این جعبه یه مقدار چیزهایی رو ریختم به صورت مخلوط. ببینید، این قطعاتی که داخل این ریختم مخلوط شدن، یعنی به هم دیگه به قول معروف نچسبیدن، اتفاقی بینشون نیفتاده، واکنشی بینشون صورت نگرفته. من این مخلوط رو به سادگی میتونم جدا بکنم. شما یک لیوان آب بردارید، یک حبه قند بندازید توش، قند در آب حل میشه، به آب میگن حلال، حل کننده. قند رو در خودش حل کرد، اون چیزی که حاصل شد اون لیوان آب قند میشه محلول، محلول آب و قند. میتونیم نمک تو آب حل بکنیم، پس نمک در آب حل میشه، آب میشه حلال نمک، چیزی هم که به وجود میاد میشه محلول آب و نمک. خب قند در آب یا نمک در آب حل شد، اما شما میتونید اینا را دو مرتبه از هم جدا بکنید. چجوری؟ خیلی ساده است. حرارت بدید، آب بخار میشه میره، مثلا نمک باقی میمونه. خب اما حالا فرض بفرمایید که اینجا این تیله هایی که من تو این ظرف ریختم، اینها فرض کنید که اتم های هیدروژنه. پس این اتم هیدروژنه. اینهایی که من اینجا ریختم، این گوهای پلاستیکی زرد، اینا اتم اکسیژنه. خب من در مورد اتم اکسیژن و در مورد اتم هیدروژن میتونم راجع به خواص فیزیکیشون صحبت بکنم. خواص فیزیکی همه این اتم های هیدروژن یک چیز به خصوصه، مثلا اینها به صورت گاز هستن، و یک سری خواص فیزیکی دیگه که در ارتباط با اینها میتونیم صحبت بکنیم. تمام این اتم های هیدروژن هم دارای همون خواص هستن، هیچ تفاوتی بینشون نیست. اتم های اکسیژن هم به همین شکل هستن، اینا هم یک خواص فیزیکی دارن که حالا مورد بحث ما نیست. همه اتم های اکسیژن همون خواص رو دارن، خواص بینشون مشترکه. خیلی خوب، حالا من میام چیکار میکنم؟ اگر من بیام این هیدروژن ها رو بریزم تو ظرف این اکسیژن ها، خب حالا دیگه من یک مخلوط ندارم، یعنی به محضی که اینها رو به هم ریختم، اینها این قابلیت رو دارن که با هم ترکیب بشن، یعنی بلافاصله یک واکنش شیمیایی صورت میگیره. یعنی حالا دیگه چیزی که من اینجا دارم دیگه مولکول آبه، یعنی اینها با هم ترکیب شدن، هیدروژن ها و اکسیژن ها به همون شکلی که قبلا گفتم با هم ترکیب شدن، و حالا اینجا دیگه به صورت مخلوط نیستن، دیگه با هم ترکیب شدن، شدن مولکول آب. خب یعنی حالا دیگه من دیگه اینها رو نمیتونم به این سادگی از هم جدا بکنم. اینجا اتفاقی که افتاد یک واکنش شیمیایی رخ داد، اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب شدن، یک ماده شیمیایی جدید درست کردن به اسم آب، درست شد، که خاصیتش کلن با اکسیژن و هیدروژن فرق میکنه. خب پس در هنگام ترکیبات شیمیایی خواص ماده عوض میشه، دیگه ماده اولیه نیست، رنگ و بو و خواص فیزیکی و همه چیش میتونه تغییر بکنه. شما همون قندی که گفتم تو آب حل میکردید، یا اگر قند رو مثلا حتی بکوبید پودر بشه، این خاصیت قند بودنش عوض نمیشه. تو آب هم که بریزید حلش بکنید، باز خاصیت قند بودنش سر جاشه. اما این حبه قند رو بگیرید با یک انبر روی شعله گاز نگه دارید، میسوزه، تبدیل میشه به یک چیز سیاه رنگ که دیگه قند نیست،
دیگه خواص قند رو نداره. چرا؟ چون یک واکنش شیمیایی صورت گرفت. حالا واکنش های شیمیایی میتونن حتی واکنش های شیمیایی بسیار خطرناکی باشن. مثلا دیدید که در جلسه گذشته یک قطعه فلز سدیم وقتی که افتاد داخل آب چه واکنش انفجاری شدیدی ایجاد کرد، آتش گرفت. خب پس میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. پس بنابراین آزمایش های شیمیایی رو همینجوری و بدون اطلاع و آگاهی نبایستی مواد رو با هم مخلوط کرد یا ارشد خدمت شما از این کارها انجام داد، مگر اینکه کاملا و به دقت بدونیم که داریم چیکار انجام میدیم. آیا این دوتا ماده که روی هم میریزیم واکنش شیمیایی میدن، قابلیت این رو دارن که یک واکنش شیمیایی انجام بدن، و اگه این واکنش شیمیایی داره انجام میشه چه اتفاقی میفته، چی تولید میکنه؟ خب درس گذشته یادتونه که گفتم یک اتمی داشتیم به اسم سدیم که یک فلز بود که دیدیم مثل پنیر هم میشد با چاقو بریدش. یک اتم دیگه هم داشتیم به اسم کلور که گاز بود، یک گازی که گفتیم گاز سمی خطرناکی هم هست. خب بعد گفتیم حالا اگر یک اتم کلور و یک اتم سدیم رو کنار هم قرار بدیم، اینها با هم یک واکنش شیمیایی میدن که حالا اون محصولی که به وجود میاد، اون ماده‌ای که به وجود میاد دیگه نه خاصیت کلور رو داره نه خاصیت سدیم رو داره، بلکه یک ماده جدیدی میشه به اسم نمک طعام، همین نمک خوراکی. این رو تو شیمی وقتی میخوان بنویسن به این شکل می‌نویسن. برای کلور یک علامتی گذاشتن به اسم Cl، برای سدیم Na. این دوتا رو به این شکل می نویسن و بعد میگن حالا این که با این واکنش بده نتیجه میشه NaCl که همون نمک طعام یا نمک خوراکیه. یک واکنش شیمیایی رو هم به این شکل می نویسن. حالا این ماده جدید که نمک طعامه و تشکیل شده از یک اتم کلور و یک اتم سدیم، این ممکنه در تماس با یک ماده شیمیایی دیگه اتفاقی براش بیفته که دو مرتبه باعث خرد شدنش بشه، باعث جدا شدن اینا بشه. مثلا اگر این با یک ماده اسیدی، حالا من فعلا که چه اسیدیه کار ندارم، یک ماده‌ای که خاصیت اسیدی داره، اینکه حالا اسیدم چیه اینها درسته درسای دوره دبیرستانه، ولی اسمشو دیگه حتما به اندازه کافی شنیدید میدونید اسیدم یک ماده خطرناکیه، اگه بریزه رو دستو میسوزونه و به هر صورت. حالا اگه این در کنار یک ماده اسیدی قرار بگیره میتونه اون اسید بیاد این سدیمش رو جدا بکنه، بچسبونه به خودش، درست کلوره آزاد بشه، گاز کلور آزاد بشه بیاد تو هوا. خب گاز کلور هم گاز خطرناکی است. پس بنابراین ممکنه شما نمک تامو بریزی تو یک اسیدی، حاصل واکنش شیمیایی که ایجاد میشه یک ماده جدیدی باشه که توش Na داره، سدیم داره، ولی گاز خطرناک کلور آزاد بشه. بنابراین ترکیب کردن مواد شیمیایی بسیار بسیار خطرناکه و حتما باید با آگاهی کامل انجام بشه. مثلا کلور خب در ماده‌ای که تو خونه‌ها بسیار استفاده میشه به نام وایتکس وجود داره که اخیراً هم به خاطر خاصیت ضد عفونی کنندگی که برای ویروس کرونا داره میدونیم که دیگه خیلی استفاده میشه. خب وایتکس ماده سفید کننده است، برای سفید کردن لباس و این تشکیلات استفاده میشه و برای ضد عفونی هم استفاده میشه. توش گاز کلور داره، بوش هم کرده باشید یه مقدار بوی کلور داره، برای همین میگن نباید تنفسش بکنید موقع استفاده میکنید، ماسک بزنید، پنجره ها باز باشه، چون میتونه در صورت باعث مشکلات تنفسی بشه. خب حالا فرض کنید که شما لباستون رو گذاشتید توی وایتکس که مثلا سفید بشه، درست شد؟ خب شخص دیگه تو خونه دیده که مثلا دستشویی گرفته و خوب آب رد نمی کنه از این اسیدهایی که برای باز کردن راه فاضلاب مصرف میشه، برداشته و ریخته توی چاه فاضلاب، حالا چه دستشویی چه آشپزخونه، برای اینکه راه آب باز بشه.
بسیار خوب. خب پس الان اسید ریخته تو اون دستشویی، حالا میاد میخواد ظرف وایتکس رو خالی بکنه، ظرف وایتکس رو خالی میکنه تو همون دستشویی. وایتکس سوشی داره، کلور داره، میره قاطی اسید ریخته شده تو دستشویی میکنه، واکنش شیمیایی ایجاد میکنه، کلور آزاد میشه، گاز کلور متصاعد میشه توی فضای آشپزخونه یا دستشویی، ممکنه حتی بهتون فرصت نده که از دستشویی خارج بشین، گاز بسیار خطرناکیه. خب حالا یه مدلش بود. ممکنه فرض فرمایید واکنش های دیگه صورت بگیره. حالا به جای این اسید که گفتم برای باز کردن چای فاضلاب مصرف میشه، سرکه هم یک اسیده، میتونه از سرکه استفاده بشه. پس بنابراین بایستی بسیار مراقب باشیم که مواد شیمیایی با هم مخلوط نشن، به خصوص تو خونه بایستی بسیار بسیار احتیاط بکنیم که مواد شوینده مختلف رو به هیچ عنوان با هم مخلوط نکنیم و مراقب باشیم اگر ماده شوینده ای رو ریختیم تو دستشویی، حتما خاطر اون جمع بشه که این ماده کاملا خارج شده و بعد هیچ ماده شوینده دیگه رو اضافه نکنیم. موادی که تو خونه هست مثل الکل، مثل سرکه، اینها میتونه با این مثلا وایتکس اینها واکنش های خطرناکی بده. خب فقط هم این نیست، شما ممکنه یک مایه ای رو از این مواد شوینده بگید که خب اینو میخوام بریزم دور، حالا مثلا تو دستشویی نریزید، بگید بریزم تو چای فاضلاب. خب میریزید تو چای فاضلاب، یکی از موادی که در چای فاضلاب زیاد وجود داره چیزیست به نام آمونیاک، اسمشو دیگه حتما شنیدید. حالا اون ماده شیمیایی میتونه با این آمونیاک، اون چیزی که دارید میریزید، وایتکس، اسید، الکل، شوینده، هر چیزی، ممکنه یک موادی داشته باشه که با این آمونیاک واکنشی بده که حتی انفجاری باشه، یعنی باعث انفجار اون محوطه چاه بشه، میتونه باعث تولید گازهای بسیار بسیار بدبویی بشه که کل ساکنای خونه های اطراف هم مجبور بشن از اون منطقه فرار کنن. بنابراین بسیار بسیار مراقب باشید، واکنش های شیمیایی میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و بنابراین مواد شیمیایی توی خونه رو هرگز با هم مخلوط نکنید، مواد شوینده رو به هیچ عنوان با هم مخلوط نکنید، وایتکس رو نمیدونم شوینده های مختلف رو بخواید با هم قاطی بکنید بگید اثرشون بهتر بشه، یا اگر تو دستشویی مثلا وایتکس ریختید بعد از این اسیدا خالی بکنید اون تو، بسیار بسیار بایستی مراقب این قضایا باشید. واکنش های شیمیایی میتونه واکنش های انفجاری باشه، میتونه واکنش هایی باشه که گازهای سمی ایجاد بکنه و میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. خب پس با خواص فیزیکی و شیمیایی هم آشنا شدیم، یک کمکی از علم شیمی هم متوجه شدیم که داستان چیه، واکنش های شیمیایی یعنی چی و چقدر میتونه خطرناک باشه. عرض خدمت شما، بنابراین امیدوارم که از این ویدیو هم از مطالبش استفاده کرده باشید. در مورد کار با دماسنج هم یک نکته رو من لازم حتما تذکر بدم و یادآوری بکنم، هیچ وقت این دماسنج های معمولی رو که برای حرارت های معمولی تا حد اکثر 50 درجه در نظر گرفته شده، اینا رو حواستون باشه برای دماهای بالا استفاده نکنید و هیچ وقت هم روی شعله مستقیم قرار ندید. شعله مستقیم به شدت داغ، حرارت بسیار بالایی داره، یک لحظه هم که نزدیک شعله بکنید حرارت به قدری میره بالا که از 50 درجه سانتیگراد این میزنه بالا و شیشهش رو میشکنه و اگه دماسنجتون جیوهی باشه جیوه خارج میشه و خطرناکه. اگر قرار باشه دمای مثلا آب رو اندازه گیری بکنی یا دمایی که بالاتر از 50 درجه است، حتما باید دماسنجی که استفاده میکنید قابلیت اینه داشته باشه که کمی بیش از اون دما بره. مثلا فرض بفرمایید برای اندازه گیری آب مثلا جوش 70-80 درجه عنوان مثال، مثلا از این دماسنج استفاده میکنیم که میتونه تا 100 درجه رو نشون بده. بنابراین به این مطلب هم خیلی دقت بکنید. به هر صورت کلن این آزمایش های فیزیکی و شیمیایی اینها چیزایی نیستش که همینجوری قرار باشه بدون آگاهی، بدون تجهیزات ایمنی لازم
انجام بشه و اگر دانش آموز هستید حتما 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 باید این آزمایش ها در مدرسه و در حضور معلم آزمایشگاه انجام بشه، چون به هر صورت خطرات بسیار بسیار جدی میتونه ایجاد بکنه. خب امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشید. یک نکته ای که من به ذهنم رسید موقعی که این بخش ها رو تدوین میکردم این بود که به هر صورت چون من دیگه با این برای اینکه کیفیت صدا خوب باشه از این میکروفون یقه استفاده میکنم و با گوشی تلفن همراه این فیلم برداری رو انجام میدم. این گوشی تلفنی هم که من دارم موقع فیلم برداری خاصیت این رو نداره، امکان این رو نداره که به صلاح تنظیم خودکارش رو، تنظیم خودکار فاصله یا همون به قول معروف حالت فوکاس اتوماتیکش رو خاموش کرد. بنابراین خودش به صورت اتوماتیک میخواد تصویر رو تنظیم بکنه. به همین دلیل وقتی من حرکت میکنم، دستم رو حرکت میدم، جلو عقب میکنم، این میخواد تنظیماتش رو به صورت خودکار تغییر بده، باعث میشه که براش تصویر به هم بخوره، نورش به هم بخوره، که دیگه به صورت میبخشید و تحمل میکنید. حالا کیفیت صدا احتمالا ظاهرا بهتر شده، ولی خب کیفیت تصویر دچار این مشکل شده، چون به صورت با استفاده از گوشی تلفن همراه ساده ای داره این تصویر برداری انجام میشه. هر صورت امیدوارم استفاده کرده باشید. جلسه آینده در ارتباط با اینکه شب و روز چیه، چرا شب میشه، چرا روز میشه، چرا آسمان ما سیاه میبینیم، ستاره ها چیان، تابستون و زمستون و پاییز و بهار و اینها داستانشون چیه، چرا به وجود میاد، و به هر صورت یه سری اطلاعات اینجوری رو در ارتباط صحبت میکنیم و مختصری هم از بحث جانوران و گیاهان، و این میشه اون مجموعه ای که در نظر گرفته بودم که در حد علوم تجربی دوره ابتدایی، البته همونجوری که گفتم مطالبی که بیان کردم سطحشون بعضی جاها از دوره ابتدایی مقداری هم بالاتر بود، ولی به هر صورت تحت عنوان علوم تجربی در حد دوره ابتدایی مطالبی است که همه بایستی در واقع از این مطالب به نحو اطلاع داشته باشن. به هر صورت موفق باشید تا جلسه آینده.